سلام بچه ها، اینم لایو از کلاس همه از دانشگاه است. یعنی الان کلاس هم تموم شده، دارم میرم خونه. گفتم یا لایو بدم اینجا رو نشونتون بدم، واسه اینکه خیلی خوشگله. البته تو آبستون اومدم اینجا واسه رجسته کردن، انقدر خوشگل نبود. امروز بارون اومده، به نظرم خیلی خوشگل شده. بله، یه جایی هم دارم واسه سیگار کشیدن ولی خیلی دوره، حوصله‌شو ندارم. الان دارم میرم سمت ایستگاه اتوبوس سوارشم برم برگردم، کلاسم تمام شد. اینا افتادم پشتم، اینا رو صبر کنیم، اینا برم. یا فار افتادم با یه موش بچه جه اکثرشون هم هندی هست، حتی فکر کنم اینه ایرانی هست. آره اینه ایرانی هست، تابلو قیام باش. میگه شبیه اکواتانه. آره راست میگه. سلام محمد، خوبی؟ شوهر جون آمدم دانشگاه. شوهر جونم، شوهر جونم اینجا دانشگاه مونه، ببین پله هاشه. خودم نشون بدم، قیافم دانشجوی کیری. کسا فتانه خنیم به اما خودم نشون بدم، موان فرفری زیر بارون سکو خودم نشون بدم. آخه ببین، بعد گوشی رو بگیرم دور، بعد نوکو همجور آدم داره میاد. بذاری زایه است، بذاری برم یه جای خلوت خودم رو نشون میدم. نمیخوام جلو اینا این کار رو بکنم، بذاری برم یه جایی برسم. بچه ها هستم من؟ الان من هستم بچه ها؟ الان این زمانشون مثلا دانشگاه است. بچه ها من هستم؟ اگه دوستا یکی بگه من هستم یا نه؟ یکی بگه من هستم یا نه؟ من هستم، الان یه لحظه اینترنتم قطع شد. آه میگه هستی. خب بچه الان میخوام اینجا خلوت هیچکی نیست خودمو نشون. نه خندینو. موان فرفری، اصلا من موان فرفری هستش میدونی؟ آشکر کردم. اینم چترمه، اینم تریپ دانشجویی. آره بعد اینجوری زشته من اینجور گوشی رو بگیرم. ای چرا برگشت؟ الان اصلا اینجور زایی هست، من جلو این برم اونور زایی هست اینجور گوشی رو اینجوری بگیرم، خیلی تابلوه. خب من گوشی رو میچرخونم اونوری میکنم، شما ها جنگل رو ببینید، جنگلش خوشگل تره. من راه میرم بعد همجوری با هاتون حرف میزنم. آره میگه بارون میری. چی میگه؟ چون میخندیم دعیوسا. الان خبارم اتوبوس سواشم. البته خیلی دوست دارم اول سیگار بکشم، ولی خب اینجا کلن همه جاش نو اسموکینگ، سیگار نمیتونی بکشی. اگه بتونم یه جا پیدا کنم بشینم خیلی خوب میشه. من دانشگاه چی یادم میدن؟ دانشگاه من اومدم اینجا صحبت کردم، گفتم میخوام بازیگری بخونم، بعد گفتن که بعد اول خب باید که مثلا تست زبان بدیم ببینیم لول چقدره. تست زبان که دادم گفتن که نمیتونی همه واحدای مثلا رشته بازیگری رو برداری به خاطر اینکه زبانت
اونقدر نیست، فقط میتونم یه واحد برداشتم. بعد تاریخ سینما یه واحد برداشتم، بقیهش هم زبانه. یعنی مثلا همچون لیول های زبانم بره بالا چیز بینم دختراشونه. فکر نکنید نیزا فقط پسر داره، دخترم داره. الان من زبان میخونم و همون یه باید بازیگرنه دیگه. حالا تا ببینیم که این هنر پیشه میشه. آقا بذار عشقم رو بیارم. شوهر جان دیگه عشق دام زندگی. خوبی؟ خوبی زندگی عزیزم. برو درس بخون، برو. من اصلا گذاشتم بری درس بخونی، بری پیشرفت کنی. فدات شم عشقم، مرسی بابا. عزیزم من اصلا گفتم چی، زن باید دانشمند شه، بازیگر شه. الان تو خیلی خوشحالی؟ نه واقعا الان در خودم نمیگنجم. بعد تازه منم موافره به هم دیگه هم میایم. دیدی که آره موامون مشکی و فره دوتایی. آره ای بله. وای عزیزم دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور عشقم، فدا چم عشقم. دارم میام، دارم میام به تهرون. بیا کانادا. بیا عزیزم. میگم عشقم، میگم یه جا پیدا کنم یه سیگار بکشم. عزیزم تو آزادی، تو آزادی. من خودم، من چون میدونم لیولت انقدر بالاه به خاطر همین آزادت گذاشتم، چون بهت اطمینان دارم. قربونت برم من عزیزمی. عشق منی چه خبر؟ دوست دارم من تن شده بوشی میتونم. کلیپ جایی برای سیبیل درست نکردی یا؟ یادت باشه دیگه. حالا درس میخونم دیگه عشقم، چی کار کنم؟ ولی یه دونه برای درست میخونم. مرسی تو عشق منی. گفتم که بدونی ما الان تو جاده دارم میرم شما داد سالی اینجا هم ببین مثل شمالش. آره بارون میریاد، گفته بری ویلا، همون ویلایی که به اسمت کردم. ای قربونت برم، برو برو اونجا خوش بگذرون. آره جاد خالیه، ولی جاد خالیه. من با عکسات میخوامم بلند میشم دیگه. چی کار میکنی؟ هیچی دیگه زندگی. تو چی خبر دیگه؟ من هیچی، سلامتی. دل من دریاست، یه حرف بهار منه میشناسه. دل ما دریاست بهار جان. چی شده؟ میگم دل محمد دریاست، بهار میدونه که من دلم فقط برای یکی میتپه، مثل دری ماهی که تو دریاه. بهار کی گفت اینو؟ یکی گفته. آها کامنت گفتم. عزیزم شیر پاکتی تو خوردی صبح رفتی؟ با کیکت گذاشته بودم تو کیفه. با کی؟ با کی؟ برات گفتم داره میری دانشگاه شیرتو بخور با کیک. آره خوردم خوردم. آفرین. من هر روز تغذیه‌تو برس. آره هر روز مواظب تغذیه‌ام هستم. میگو هم زیاد می‌خورم. آفرین. بخور عزیزم بخور، نوش جونت. کم کسی داشتی بگو بفرستم برات. باشه عشقم، اونایی که فرستاده بودی رسید، دست درد نکنه. خواهش میکنم، وظیفه است، وظیفه است. این چشمش نه عزیزم، مراقب خودت باش. حالا زنگ میزنم با هم دیگه تو دایرکت با هم دیگه صحبت میکنیم. رسیدم به دریا، لب دریا به عشق اسمتو روشن میکنم و اینا دیگه. آره دیگه فدات. آره فدات، مراقب خودت باش گلم. تو هم همینطور. خدافظ. خدافظ. یکی کامنت گذاشته بچه بهنام بانیه. وای چقدر سرده، کلامو بذارم. کمرم، آخ کمرم باد میزنه.
چهار زانو نشستم رو زمین دارم سیگار میکشم. این هم ایسکو اتوبوسه. میگم گوشی اونجا خیلی جاش بده نه؟ میگه محمد سیرمونی نداره با همه رل میزنه. بچه با کیا رل زده محمد ها؟ اون به من خیانت نمیکنه، من میدونم. پشت کمرم هم تا باسنم زده بیرون. الان نگاه کمرم، کمرم چرا معلوم نیست؟ کمرم چرا معلوم نمیشه؟ بچه دانشگاه مون خوشگله؟ دانشگاه مون خوشگله بچه؟ میگه کمرت میگیره. آره به خدا دارم یخ میکنم. چی چی به بچه هوایی سرده. میگه ماساژ میخوای؟ میگه مثل جکی جان شدی. هواش خوبه، دوست داریم ببینیم بیرون و بچه ها. میگم سلام حمید جان خوبی؟ میگم بچه ها منو زیاد دیدین. گوشی رو بگردونم اونوری یه ذره دانشگاهمون رو ببینین. اینم چترمه، اینم کیفمه. ببینید سزای خوشگلیه. به 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 زده استوب. این اسکا اتوبوسه، منتظر باسم. خوبم حمید جان مرسی. گفتیم دیگه یه ذره درس بخونیم، بس دیگه بخور و بخواب، یه ذره بریم دانشگاه. اینا اینم ایسکوه اوتوبوسه. وای دارن میان. الان کلاس هم تموم شد. میگه بهار قیافه شبیه مواد فروشه شده تو اون پارک. پارک نیست بابا، دانشگاهمونه. از بس توی تهران و ایران درخت کمه، یه جا که درخت میبینی فکر میکنی پارکه. پارک نیست بابا، اینجا ونکووره، همش همین جوری درخته، همش درخته. اینجا فقط درخت داره، جنگل داره، آب داره، بارون داره. الان این هوا رو میبینی؟ الان ساعت 12 ظهره. خب این غروبه. الان 10 روز شروع شده اینجوریه، تا 2 ماه دیگه ساعت 9 صبح شب تموم میشه، ساعت 3 بعد از ظهر شب شروع میشه، بقیهش هم همینجوری غروبه. همینه، هوا سرد و بارونی تا آخر فروردین. آفتاب رو دیگر نخواهیم دید. میگه بهار مواظب باش، زیباییش خطرناکه. میگه پدر من گفت نخون هیچی نمیشی. راست میگه. میگه بیا لرستان همش درخته. میگه آرتلس 8.5 شدی. آفرین، گفته بودی اترناز. 8.5 نشدم، 10 لولم 10 عزیزم. گو خوردی فلان که دانشگاه. حالا یه چیزی بهتون بگم از سیستم اینجا. فکر نکنید که اینجا باید زبانتون پرفکت باشه تا اوه اوه اتوبوسم اومد. بچه من رفتم. چرا رفت؟ الان میاد.
فکر نکنید که اینجا باید لولتون عالی باشه برید زبان، چون اینجا دانش، یعنی اینجا درآمدش خیلی از استیودنت، دانش آموز خارجی، دانشجوی خارجی هستش. بنابراین اینها با هر لولی شما رو قبول میکنن، با هر لولی بهت هم چند تا کورس کلاس زبان میده، از اون طرف هم چیز میکنه، ثبت نامت میکنه. اینا دنبال پولن، گوش میکنین چی میگن؟ اینا شما رو با هر لولی ثبت نام میکنه. How long are you waiting? Sorry, excuse me. Right now? Wait, this is my money. Okay. I know her boss. All the boss shows them. Glajub zileje oftadam. Saatmanik man. How old is that? I'm from Shitam. داشتم میگفتم اینجا شما رو با هر لیولی قبول میکنم، به خاطر اینکه تنها درآمدشون از همین دانشگاه و استیودنت و چنانم توریست و اینا هستش، ویزا میدن دیگه، ویزای دانش آموزی، ویزای دانشجویی. بنابراین البته اگه هیچی انگلیسی بلد نباشی خب نمیتونی کورس دانشگاهی برداری، ولی حالا من 4 سال اینجا هم دیگه، من چون قبلا لینک هم رفتم تا لول 4 و لینک رفتم، بعد یه چون یه مدت هم کار کردم اومدم این زبانم بهتر شد، اومدم اینجا لولم 10 بود، تونستم یه کورسم بردارم. فکر کنم یه ذره با هم راه اومدن، فکر کنم زیادم سخت نیستش. بوم خیلی افتضاح. نه خیلی عزیزم، کالج نیستش، اینجا دانشگاه است. خیلی دارم بهت میگم کپیلانو یونیورسیتی، ندیدی آرومشو؟ کپیلانو یونیورسیتی دانشگاه است، کالج نیستش. خب اما ASL لیول در ASL هم دیگه چرا زیر میزنی؟ نه قبول نمیکنم. چرا قبول میکنم؟ قبول میکنم، 10 به بالا قبول میکنم، زیر 10 قبول نمی کنن. درسته مثلا لول 4, 5, 6, 7, 8, 9 قبول نمی کنن، ولی 10 به بالا رو قبول می کنن. خب بچه یه ذره خیابون رو ببینیم. میگه بهاره ولی پشت درس رو بگیر برعکس من. نه آره من پشت درسم، آره دیگه اومدم اینجا دارم هزینه میکنم، خدایی کلی برای رجستر شدن هزینه کردم، کلی پول کتاب دادم، هر دفعه میرم میام کلی پول باز رو نمیدونم چی و فلان و اینا، بالاخره این همه دارم. تازه برای دخترم هم مجبور شدم پرستار بگیرم. حالا البته امروز کلاسام تو تعطیل شه، ولی یه روزای کلاسام ساعت 3:30 تعطیل میشه، 5:30 اینا میرسم، بعد دیگه دخترم میشه پرستاره، کلی دارم پول اونو میدم، اینا رو دارم هزینه میکنم که نمیخوام الکی که چیز نمیکنم، یعنی تو خدایی به خاطر این پولا می شده دارم میدم، باید درس بخونم. یعنی اگه نخوام بخونم خدا وکیلی به خاطر این پولا می دونم خونم دیگه چیکار کنم، مجبورم خرش کردم با والا به خدا. نه دیگه دانشجو بدبخت شدیم دیگه، دیگه هرچی پول داریم خدا وکیلی باید همش خرج اینجا کنیم دیگه، هرچی پول تا حالا خرج قرتی بازی میکردم، لباس و لوازم آرایش و ولگردی و مسخره بازی، همش رو دیگه باید اینوری خرج دانشگاه بکنم، ولی خب دوست دارم، ارزش داره.
ببین تو که نوشتی این احمق کالج میره میگه دانشگاه، کیر داری بلندشو بیا اینجا، همین کالج ونکوور رو برو. باشه باشه، اصلا تو راست میگی، من دارم کالج میبرم. کالج آخه چه فرق خنگول، کالج رو کسی میره که اینجا دیپلم بخواد بگیره، دیپلم گرفته باشه، بعضی درسشو نتونسته پاس کرده باشه میره کالج. من که اینجا دیپلم نگرفتم که خنگول. بعدم اصلا فرض کن که من، آره من کالج میرم، ارزه داری بلند شو به ونکوور، کالج ونکوور رو میگه اینجا دانشگاه آزاد هم هست. نه اینجا دانشگاه آزاد نیست، اینجا همه چیش آزاده، دولتی نداره. میگه کالج چیه؟ کالج مگه کفش نیست؟ بازیگری میخونم، بازیگری میخونم، هنرپیشه‌ام. من کی گفتم پول نمیدم؟ گفتم اونایی که پول میدن میان اینجا که درس بخونن، بالاخره با هر لولی باشن قبولشون میکنن. من اینو گفتم. ببین تو گم شو برو بیرون از لایو من. این یارو که چرت و پرت مینوشت و انداختمش بیرون. میرم هایی بگیم. راست میگه دیگه، ادب رو رعایت کنید دوستان. چرا بی ادبی؟ شما الان دارید قربونت برم. اس تی شفت رو پای مرسی. سلام ستاره جونم خوبی؟ میگه حالا هرچیه بهتر از مقصد مسخره بود. آقا بازیگری میخونم، بازیگری، بازیگری سینما و تئاتر. بله خرج دانشگاهمو خودم میدم، خرج دانشگاهمو خودم میدم، به خاطر همین پول ندارم کفش بخرم. نه خب کفشمو نگاه، پول ندارم بوت بخرم، به جان مادرم روز میگم، هرچی پول داشتم دارم کتاب دانشگاه. همه ستاره ها سلام، همه ستاره ها سلام. سلام گلنوش خوبی؟ آن ستایش، ستایش خوبی؟ ایوان این چه باحاله. میگه حالا این بدبخت با دو تا بچه و اون همه هزینه خونه و اجاره و فلان از کجا پول بیاره بده تو خودتو عمل کنی؟ آره به خود آفرین، حرف دل منو زدی، آفرین. میگه بهاره یعنی بی پولی ندارم الان چیکار عمل کنم؟ و به جان خودم اگه پول داشتم میفرستادم، به جان خودم. من میگم دیگه پول ندارم کفش بگیرم واسه خودم. به خدا دارم با حساب کتاب و سخت زندگی میکنم که این لیسانس رو بگیرم، درسم تموم شه. میگه به شوهرت بگو. شوهرم کجا بود بابا؟ آها محمد سیبیل رو میگه. محمد پول بفرست من کفش بگیرم. نامرد بارون شده، بارون بیاد من یه دونه کتونی بیشتر دارم، شلوارم هم پاره است، سر تو سر شلوارم پاره است. میگه ماهی 100 دلار بده تناز چی میشه؟ تناز وضع مالیش از من بهتره، تناز بیشتر از من از دولت پول میگیره. من تازه یه نفرم از بچه هم نداره، من با دو تا بچه، من تناز باید به من ماهی 100 دلار بده؟ من به تناز ماهی 100 دلار بدم؟
ستاره میگه من که اینجام درکت میکنم قربونت برم مرسی. میگه کنار درس خوندنت یه کار نیمه وقتم پیدا کنی بد نمیشه. دقیقا آرزوی من همینه که بتونم کنار درس خوندنم کارم بکنم. فقط مشکلی که من دارم اینجا، من یه دختر من 8 سالشه، اینجا بچه به 12 سالگی نماید تنها بمونه تو خونه، اینا مثلا نمیتونی بچه تو خونه تنها بذاری، بعد اون وقتش غیر قانونیه. ولی خب خیلی ها این کارو میکنن، بچه‌هاشون رو میذارن تو خونه کار میکنن اینا، ولی این به دختر من میترسه. یعنی تو بگو 2 ثانیه تنها نمیمونه، 2 ثانیه هرچی بهش میگم مامان یه جوری فلان، من برم یه روز در هفته شنبه ها روز برم به 5-6 ساعت کار کنم، اصلا زیر بار نمیره که نمیره. یه مدت میخواستم شب کار کنم، یعنی این کارم کردم، شیفت شب توی مکدونالد، همین مکدونالد هستش هم بگیر فروش اینا، شیفت شب کار گرفتم 11 تا 6 صبح. بعدن آقا ما یه شب رفتیم سر کار، این بچه نصف شب ساعت 2 صبح از خواب بلند میشه، حالا خواهرش هم خونه بوده، خواهرش تو اتاق خودش خوابیده بوده، تا خود صبح نخوابیده بوده، تا خود صبح برگشتم دم گریه زاری فلان، مامان نرو سر کار، منو تنها نذار دیگه. چی دیگه، منم زنگ گفتم من دیگه نمیام سر کار. آره بچه نمیتونه تنها باشه، غیر قانونی، تا 12 سال نمیتونه خودش بره مدرسه بیاد، اصلا غیر قانونیه. یعنی پلیس نه اصلا افتضاح میگیرن، بچه ها ازت میگیرن اگه بفهمن چنین کاری کردی. مثلا تا 8 سالگی تا 8-9 سالگی توی خیابون هر جا که باشی بچه اندازه یه دست، اینجوری یه دست، اندازه یک دست بیشتر نباید ازت فاصله داشته باشه. اونم میگه فقط اندازه یه دست فاصله داشته باشه که تو بتونی بگیریش، تا این اندازه، یعنی بیشتر از یه دست شد که تو دیگه نمیتونی بگیریش، این اصلا درست نیستش. میگه بهار آرایشگری درآمدش چطوره؟ آرایشگری درآمدش خوبه، ولی به شرط اینکه شما مثلا چی داشته باشی، بتونی که فول تایم کار کنی، 7 روز هفته رو کار کنی از صبح تا شب، بعد مثلا مشتری هم خب زحمت بکشی مشتری جمع کنی اینا. ولی اگر بیزینس خودتو داشته باشی، یعنی خودت سالون بزنی، خوبه. ولی من اینجا آرایشگری کار کردم، خب من صندلی اجاره نکردم، چی میگن 50-50 کار میکردم، یعنی شده بود کار از من، حمالی از من، پول ماره منشه، پول ماره ساب بیزینس، فول تایم پر از استرس. بعد چون کار مثلا الان چون من دانشجو هم، هزینه پرستار بچه هم رو دولت میده، ولی اون موقع چون کار میکردم هزینه پرستار بچه هم رو یه ذرش رو میداد، یک سومش رو میداد، بقیهش رو خودم باید میدادم. بعد یهو یه روز به خودم آمدم دیدم او من فقط دارم حمالی میکنم، فقط دارم حمالی میکنم، یه دلار من نمیتونم سیف کنم، پس انداز کنم، همش رو باید بدم پول پرستار و پول نمیدونم. بعدم چقدر استرس بود، دنبال بچه بود، خونه نمیدونم بود، بچه رو پرستار بگیر نمیدونم، اینو بده اونو بده فلان کن. ولی سینگل مامایی که کار نمیکنن دقیقا دارن همین پول رو، همین پولی که من در میارم، همین رو دارن از دولت میگیرن، عشق دنیا رو هم میکنن. بودم کوس خودم مگه حالا که من چنین موقعیتی دارم میتونم از دولت پول بگیرم و چی کار کنم؟ کار کردن زمانی خوبه که بله آدم بتونه بیشتر از پول دولت در بیاره. والا به خدا میگه اونجا هم استثمار میکنن دولت رو. آره دیگه مردم، آره اینجا استثماره، ولی یه چیزی بهش میگن، اینجا میگن استثماره، یه چیزی میگن استثماره، ولی اینجا استثمارشون شیکه،
تو فکر میکنی دارم بهت حال میدم، ولی بهت حال نمیدم. اینجا فقط میارنت که کار کنی واسه شون. اینجا فقط کسایی میبرن، مثلا بچه های من، کسایی که از بچگی میان، کسایی که اینجا به دنیا میان، دخترای من میبرن، دخترای من اینجا دیپلم میگیرن، اینجا دانشگاه میرن، اینا میبرن. ولی منی که تو سن 38 سالگی رسیدم اینجا با دو تا بچه، من بذاره. البته یه کسایی هم هستن گروهی میان، مثلا پرنده ها رو دیدین، یه سری ها گروهی مهاجرت میکنن، یه سری ها تکی، یعنی بدبخت ها یارو پرنده تو آسمون توز خوش پرپر میزنه. اونایی که گروهی میان، خانوادگی، همه پدر مادر خواهر برادر اینا همه میریزن اینجا، اونا خیلی موفقن، با هم دیگه میدونی پشت هم هستن، به داد هم میرسن، با هم بیزینس میزنن. ولی من نه، من هیچ کسو ندارم اینجا کمکم کنه، هیچ کسو. بابا من رفتم دو روز بیمارستان، من رفتم یه جراحی دو سه سال پیش، بچه های من تو خونه تنها از بیمارستان برگشت، هیچ کس بچه های من نگه نداشت، هیچ کس نیمد به داد خودم برسه، تنهای تنها بودم. من اینجا همه کارامو خودم میکنم، خودم. اون رو شهر آمرم که باش ازدواج کردیم ترکیه، گفتیم هم بیاریمش اینجا، هم تنها نباشیم، خانواده باشیم. اونم که هیچی دیگه، حالمونو گرفت و کلی هم زایمون کرد و گذاشت رفت. الان هم همه جا میشینه پشت سر من حرف میزنه. میگه یه دوست دارم توی کانادا، اسمش یاسمینه، تو رو بهش معرفی میکنم، هوا تو داشته باشه. میدونی چیه؟ اینجا مردم آخه بخوانم نمیتونن هوای همدیگر داشته باشن. میدونی اینجا همه گرفتارن. میدونی الان مثلا دختر پسرای مجرد، خب، یا حتی زن و شوهرهایی که بچه ندارن، یا حتی زن و شوهرهایی که کار میکنن، دولت به اونا کمک نمیکنه که. زن شوهر داره بهش کمک نمیکنه که، میگه برو شوهر داری. یا به پسر دختر مجرد که کمک نمیکنه که، میگه تو چه کمکی نیاز داری، برو خودت کار کن. میدونی من چون یه زن تنهام با دو تا بچه توی پرونده، من به خاطر اون مریضی سختی که مثلا اومدم اینجا، یعنی مریضم، بیماریه که داشتم، پرونده من یه ذره اورژانسی هستش توی اینجا که دارن انقدر بهم حال میدن، وگرنه نمی کنن، به کسای دیگه نمی کنن. فکر نکنید اینجا به حالا به همه کمک میکنن، نه بابا، اینجا همه بدبختن، با اینجا همه باید کار کنن، هفت روز هفته باید کار کنن، فقط واسه اجاره خونه و بیمه و چی چی و خورد و خوراک و اینها، در امینت در امینت. میدونی اینجا کانادا در واقع یه سرزمینیه مال انگلیس، بیشترش مال انگلیس و فرانسه، این ملکه انگلیس هستش الیزابت، این جنده خانم بزرگترین جنده دنیاست. این جنده خانم نمیذاره که شما اینجا باز خودت چیز کنی که حال کنی، یا باید با ویزای کاری و با پول و پله بیای اینجا، این جنده خانم پولتو بگیره با تکس و هزار جور ادا و سوب، یا باید حمالی کنی باز به این جنده خانم تکس بدی، همین جنده ملکه انگلیس. آره ولی یه چیزی هست، فقط تنها مثلا خوبی که اینجا نسبت به ایران داره آزادیشه، فرهنگشونو آزادیشه. از لحاظ کاری و مالی سخته، شاید سخت‌تر از ایران. من توی ایران خیلی راحت واسه خودم سالن آرایشگری زدم، سالن خودم رو داشتم، خونه، ماشین، همه چی. ولی اینجا نمیشه، تو ترکیه نشد، تو ترکیه نتونستم، اینجا نمیشه. ولی چیزی که مثلا اینجا هستش فرهنگشونه، کاری به کارم ندارن، هر کی زندگی خودشون میکنه،
یکی دوست داره گی باشه، یکی دوست داره لزبیان باشه، یکی دوست داره لخت باشه، یکی دوست داره با حجاب باشه. اینجا همه ادیان هستن، از همه کشورهای دنیا، همه رنگ، همه دین، همه تیپ. هیچ که هیچ حق نداره هیچ کسو مسخره کنه، هیچ کسو کاری به کار کسی نداره دیگه. نه هر کی بعد هر کیم کامنتی خودشو داره، اینجا میتونی واسه خودت هر جور دوست داری زندگی کنی. دولتش هم که به گیر نمیده، زور نمیگه که نه آقا شما باید حتما مسلمان شیعه باشی، حتما مسیحی باشی. چون آزادیش خوبه، فرهنگش خوبه، همینش خوبه. خب خیلی خوبه به نظر من، خیلی امنیتش خیلی خوبه اینجا، واقعا امنیت داره. یه پیرزنه اومده نشسته به حالت من یه ریز آروغ میزنه، نمیتونم نشونش بدم. میگه به خدا این مسافری یه جلوت نشسته تنازه تو روت کجاش این تنازه بابا؟ تناز ماش بلنده. میگه هیچ جا اندازه ایران امنیت نداره. ای تو روت ایران کجاش امنیت داره؟ به خاطر یه روسری که یه ذره عقب باشه دخترتو با کتک بغلت میکشن میبرن جایی که عرب نینداخت. بعد میگه ایران امنیت داره؟ میگه من فکر کردم تنازه، من تناز نیست، نگاه ماش کتاست. خودمو نمیتونم نشون بدم بچه ها، به خاطر اینکه تو اتوبوسم، من این گوشی رو باید دور بگیرم و زایست. ولی حالا یه لحظه میخوام خودمو نشون بدم، میگیرم که خودمو نشون بدم، این پیرزنه رو بغل دستم نشونتون میدم، یه ریز داره آروغ میزنه. ای دیگه دارم بالا میارم. میگه یه گونی بردار پلاستیکا رو جمع کن تو در بیار. میگه نه والا الان همه جور دلش رو میخواد تیپ میزن. امروز به خاطر سرش دوست پشت فرمونه پاشه آرایش؟ نه آرایش نکرد. یه شهرام چه شانسی داشته با اون ازدواج کردن. آره دیگه اون ازدواج کرد که بیاد دیگه، اومد زیر کیس ما، خودش رو رسوند به کانادا. ولی زنه معذب شد، دید من لایف دادم زنه معذب شد. ببین میگه تو هم یه گوز سنگین بزن براش. آره دیگه، ولی چقدر بده که ببین آدم با احساس و با زندگی و همه چیز یه زن بازی بکنه به خاطر اینکه خودشو برسونه به کانادا و به پول و به اینجور چیزا. خیلی بی وجدانی میخوان. بعضیا دارن دیگه، بعضیا میگن گورو باباش من برسم، بذار بلایی میخواد سرش بیاد. من قبل از اینکه شهرام با من این کار رو بکنه خیلی آدم خوشبینی بودم، خیلی، ولی الان تبدیل شدم به یه آدم بدبین که از همه میترسم، از هر کسی که نزدیکم بشه میترسم. فکر میکنم که میخواد به هم دروغ بگه، میخواد سرمو کلا بذاره، دنبال یه چیزیه. به خدا این همه آدم ها به من ابراز علاقه میکنن، شاید واقعا بعضی هاشون راست بگن، شاید واقعا بعضی ها واقعا منو دوست داشته باشن، ولی من نمیتونم باور کنم. من دیگه هیچ کس رو باور نمی کنم. میگه تهران پورشه سوار بشی بهتره یا کانادا اتوبوس؟ کانادا اتوبوس سوار بشی بهتره. اینها تو همین بیمارستان من دو روز من اینجا جراحی داشتم، اینجا تنهای تنها خونمون هم همینجا. الان خودم هم بعد اون ایسکو پیاده می شدم. فاک انقدر حرف زدم یادم رفت. می دونم همه مردم مثل شهرام نیستن، ولی من بدبین شدم. من
هر کس بهم ابراز علاقه میکنه اصلا نمیتونم باور کنم. نمیتونم مثلا خیلی تنهام، خیلی دوست دارم، خیلی هم هستم به من ابراز علاقه میکنم، ولی اصلا نمیتونم کسی رو باور کنم. هیچ کس. واسه همین تصمیم گرفتم تنها زندگی کنم. بچه پیاده شیم. همه دارم من چپ چپ نگاه میکنم. Thank you. الان من از همه میترسم. میگه من تو نخت رفتم به این پی بردم که آدم بدی نیست. خدا من آدم بدی نیستم. میگه من آدم بدی هم. من آدم بدی نیستم. چی کار به کار کسی دارم؟ بابا سرم تو کار و زندگی خودمه. نه پول کسی رو میخورم، نه به کسی وعد و وعید علکی میدم، نه چه میدم. من کاری ندارم، هم زندگی رو میکنم. تنهایی و بدبختی بچه هم رسوندم اینجا که بچه هم توی ایران نباشن، زندگی خوبی داشته باشن، بچه هم ازم نگیرن. بعدم ترکیه که بودم قبولی داشتم، قبولی یوان و قبولی کانادا داشتم. گفتم حالا این شهرامه به خدا گشته بود، تو خیابون بود، به خدا پروندهش بسته شده بود. از یونان قبلش یونان بود، از یونان ترک خاک بهش داده بودن، اومده بود ترکیه. ترکیه هم پروندهش بسته شد. به خدا هیچ وقت یادم نمیره اون شبی که اومده بود سرشو میکوبون به دیوار، گریه میکرد، میگفت وای بدبخت شدم. بهش گفتم ناراحت نباش، من باهات ازدواج میکنم، میارم ات زیر کیسم میبرمت. 4 سالم 5 سالم به خاطرش تو ترکیه گیر کردم، اومد اینجا یه بیلاخ نشونمون داد، رفت مرتی که گوره باباش. بابا این هم کوچه همونه، این ها این بیمارستانه، من همینجا 3 سال پیش آوردنم اینجا، گفتم داری میمیری. من همیتونم گوه خوردی، من نمیمیرم، این هم پولیسه. بذار از همینجا برم. چی؟ سلام اربی، خوبی؟ نه من که نمیمیرم، ولی خب اینو گفتم میمیری، ولی من نمردم، منو زندم. خب بچه ما رسیدیم خونمون، ساندویچ درست کرده بودم با خودم ببرم دانشگاه، یادم رفت مونده خونه، برم ساندویچ همون بخورم، خیلی گشنمه. میگه بهاره همه مثل شهرام نیستن. میدونم بابا، میدونم. من قبل از اینکه با این یارو ازدواج کنم، خدا شاهده تو اون ایران ترکیه انقدر دوستای خوبی داشتم، خدا شاهده به جان بچه هم تو ترکیه مردای ایرانی بودن، به خدا قسم به جان بچه هم اینه یه برادر پشتم بودن. اینا این خونمونه، این آپارتمانه، اینه یه برادر. مثلا تو ایران که بودم مثلا خوب بود خیلی، مثلا خب من ازدواج کردم تو ایران دیگه، ازدواج اولم که نامرد نبود که، درست سگ بود، دسته بزن داشت، اخلاقش گوه بود، ولی هیچ وقت منو دور نزد، هیچ وقت سر منو کلا نذاشت، هیچ وقت منو دور نزد، هیچ وقت نامردی درقم نکرد. ولی این شهرامه یه کاری کرد واقعا اصلا دیگه میگم وای خدا، نکنه یکی دیگه هم باشه عین این باشه. بچه بشیریم یه تو سیگار بکشیم بعد بریم کتو بشیم. آره همون دم خونه هم. بچه به خودم میگم نکنه که مثلا یکی دیگه هم اینا چقدر خوشگله نه؟ Welcome, just doing, expect much. یعنی چی؟ Go home. سگه رو ببینید چه خوشگله بچه.
بشینیم اینجا یک عدد سیگار بکشیم بعد بریم خونه. ما تو خونمون نمیتونیم سیگار بکشیم، غیر قانونیه. اینجا خونمونه. اینم دلو پزشکی بقل خونمون. اینم لانزدله، لانزدله. بشینیم اینجا دوستان. شما رو کجا بذارم؟ با کمرم دوباره اومد بیرون. بچه نها کنید سیگار بکشین این شکلی میشین. قیافتون این شکلی میشین. سیگار خوب نیست. من یه پاکت سیگار نو خریده بودم. سیگارم کو. داداش عجب معتادی هستی. من دیگه از این کامنتارم نمیدونم ببینم. آشغالا رو هم بندازیم تو بره به کارش. معلوم نیست کیفه آشغال دونیه چه. بسته شو دیگه. میگه لنزت بخار پاک کن. خوب شد؟ زودتر میگفتی. توی کیفم کیتکت دارم. مشق شبه. برم مشق شب بریم. کیتکت هم گم شد. یه دختر بزرگت شاغله؟ آره، هم درس میخونه هم کار میکنه. ساعت دیگه 12 ظهر. میگه اون کیفی که تو داری یه بچه توش گم میشه. میگه مگه رفتی قد از این در خونه ما تا قطب شمال یه ساعت راهه، یه ساعت با ماشین. اینجا قطبه دیگه. آره، این کیتکت ایرانیه. از سوپرمارکت ایرانی میخرم.
یارو موزیک گذاشته تو ماشینش. میشنوین؟ آی نه هلو میگه آی بخشم این بلوم دم بلوم بده دیگه. انگول موزیکشو قطع کرد. کانادا پس نه یا آنجل و قطبه؟ به خدا راست میگم از در خونه ما تا قطب یه ساعت راهه با ماشین. الان دخترام چیزن مدرسه. دختره من الان مدرسه. بچه من عاشق این پیره مرده شدم. خوب بود به نظرتون؟ یه ذره آدم ها رو ببینین، من رو نبینین. این ماشینه بودا بیشور ولومش رو قطع کرد. به اینجا چه آدم های تخمی داره خدایی. ها اینجا شوهر پیدا میشه قیافه رو نمیده از این درواز. من بمیرم از بیم تنهایی بایم چه آدم هایی رفیق نمیشه. ولی پول دارن بابا. دخترها مدرسن، دخترای من مدرسن، دخترای من مدرسن، دخترای من مدرسن، دخترای من مدرسن، دخترای چقدر بگم، یکیشون 8 سالشه، یکیشون 18 سالشه. میگه پیرمرده شبیه پدر ژاپتو بود. دهات ونکوور هستم، دهات ونکوور. تو نباشی باید رید تو اینستا و هاره جیگر تو برم من پرویز. الان قیافه یکی رو نها پیدا کنم. قیافه از این دارم. نمیتونه جا پارک پیدا کنم. نمیدونه کجا برسم. این چرا اینجوری شد؟ چرا بر نمیگرده؟ آهان درست شد. خودم خوبم پلنگ. بدون شوهر چه میکنی؟ زندگی میکنم. بدون شوهر چه کار میکنم؟ زندگی میکنم دیگه. تصویر واضح نیست؟ بذار تمیزش کنم. خوب شد؟ میگه ماشاءالله بهت نمیاد دختر 18 ساله داشته باشی. قربونت برم مرسی. میگه تو کانادا سگ از سرما میلرزه واقعا. نه نمیتونم بیام ایران. وای یخ کردم بچه ها. بریم خونه، بریم خونه، بریم خونه. کیفمو بردارم. این کیف من نگاه کنیم. کیف منه، دفتر، کتاب، چیپس، چیپس هم دارم، مداره، چتر، همه چی توش هست. میگه بدون شوهر چی؟ سکس و منظور. آخ کلیدم، کلیدم کو؟ آقا نشش منظورتون سکسه؟ خودرزایی، خودرزایی. ادر باز بود خودرزایی میکنم. های کانادا گازم داره. آره بعضی جاهاش گازم داره.
همیشه یه خودم It's me شاید برای برای کنم یا بچه بریم کفش ندارم نو کفش ندارم یک کفش رو استثابی ندارم یکی برای من کفش بخره میگه لوله کشی آبم داره نه نداره ما اینجا میریم از اقیانوس صد آب برمیداریم میاریم اینجا تانکر داریم تو خونمون صد آب میاریم میریزیم تو تانکر خون لوله کشی داره دیگه یه چیزایی سردر آوردی یه جوری سردر آوردی خونمون شدید اینم در اینم گربه همون پشت دره های مامی های how are you های come here come اینم خونمونه آه بچه یه لحظه من برم تو وایفا آره ما خونمون مورچه داره هنری یواش گوشی رو نزنی کولتو کردی تو گوشی برو کنار کولتو کردی تو گوشی بابا جان برو کنار عزیز من اینجا گوشیه برو کنار وای بچه‌ها بریم جلوی مامو یه سشوار بکشم ها بریم اون جلو ماها یه سشوار بکشم قیافم خیلی پخیه باشید یه ذره قابل تحمل شدم یه ذره بهتر شد قیافم خب من خواستم ساندویچم رو راستی بخورم ساندویچم رو بیارم بخورم گوشتمه واسه خودم ساندویچ درست کرده بودم ببرم دانشگاه یادم رفت ببرم ساندویچ متولده سال 1355 شمسی هستم بفرمایید ساندویچ
بچه من قیافم بدون آرایش خیلی زایه است. سوسوس وای چقدر گوشتم بود. من یه سوس بیارم بزنم. نوشابه سس بزنم لاش بدون سس حال نمیده. میگه شوهر خوب داشته باشی قیافت بهتر میشه. بچه ها مدرسه هست. موامو سشوار کشیدم چرا اینجوری شد؟ ستایش میگه چرا زود زود لایف نمیذاری؟ بابا گرفتارم. چرا مادر گرفتار نگه بشون سید 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 آفرین آفرین گود گرل. وقت نمی کنن. بابا چقدر میپرسین دخترات کجا دخترات کجا؟ مدرسه مدرسه مدرسه. میگه تنداز مهرم و خوهرته. نه بابا کجا خوهرمه. با هندی حرف میزنم. مرسی پرویز، مرسی ستایش. این یکی میگه اگه دختر خوبی باشی باهات ازدواج میکنم. نمیخوام. نمیخوام. من شوهر نمیخوام. میگه موهاتو کپ بزن خوشگل میشه. راست میگی. نه اینجوری مادر نیاد. نه اینجوری تو خدا یه دقیقه بشین همونجا. راست میگه من موهامو وقتی کپ میزنم خیلی بهم میاد. ولی شماره رنگمو مشکیه دیگه. پرکلاقی. ولی
تصمیم دارم موهامو بلند کنم. بلند میخوام موهام بلند بشه. مرسی مسعوده که میگی زن قوی هستی. ابروی خوب کسی که برداره توی ونکوور خودم. بابا نیا خودم بهترین کسی هم که ابرو برمی دارم. چی؟ موهای فر بلند گوسفند از ین به بعد در لایف. چی؟ نفهمیدم. کانادا مهاجرت کنی خوبه. مرسی ندا. میگه چرا نمیای ترکیه دماغ تو عمل کنی؟ دماغ هم اگه بگم دوست ندارم دماغم رو عمل کنم یا دوست ندارم پروتست کنم یا دوست ندارم بوتاکس کنم دروغ گفتم. دوست دارم ولی فابیو دارم، میترسم. مثلا میترسم دماغم خوب از آب در نیاد، یا میترسم به هم نیاد، یا اصلا کلن از اون عملش میترسم. بعد بوتاکس و پروتز اینجا تو کانال ببخشید اینجا توی کانادا ارزونه. Oh my god. ولی مثلا فکر میکنم که یه پلاستیک، یه مش پلاستیک تو تنمه، از اون پلاستیکه مثلا میترسم، حس بدی بهم دست میده، واسه همین این کار رو نمی کنم. بعدم دماغم خوبه دیگه، میاد به صورتم. نه اینکه درشته، صورتم بزرگه، مثلا پیشونیم ببین بلنده، میبینی؟ به خاطر همین دماغم زیاد زایه نیستش. زیاد زایه نیست. گلنوش میگه موهاتو فر کن، بهت میاد. موهام فره. ببین اون موهای نچرال خودم فره، میبینی؟ باز باشه. موهام فره. میخوام اینجوری فرفری بلندش کنم، بلند. میگه مو به این خوشگلی چرا صاف میکنی؟ واقعا موهام فر خوشگل تره؟ بچه خدایی فر بهتره یا صاف؟ خدایی. میگه اتفاقا بینیت هم خوبه، بهت میاد. میگه کم پشته. نه شراب نیستش، نوشابه از کوکاکولاست. خب این نوشته صاف. فر الان فر شد دوتا. فر سه تا. فر اوکی. فر نکن، اذیتم نکن بابا، یه دقیقه بذار آروم بشینم. فر اوکی. فر از این به بعد دیگه موامو صاف نمی کنم. فر ساندویج سوسوس میخورم با کوکاکولا. فر همه میگن فر.
با سس کچاپ. میگه کم پشت او باشه گلنش جونم دیگه صاف نمی کنم. میگه دوتاش هم بهت میاد. این یکی هم که فقط می نویسه پیری کچل. آقا من پیرم، من کچلم، دزدی نکردم که، از دیوار خونه مردم که بالا نرفتم، قیافم اینجوریه. خب پیرم. آقا تو رو خدا یه سوال بچه ها، پیر بودن، کچل بودن یا مثلا زشت بودن جرمه؟ نه خدایی یه سوال، جرمه؟ کار غیرقانونیه؟ جرمه؟ گناهه؟ چیه واقعا؟ میگه بدون بوتاکس چقدر خوب موندی، چروک نداری. آره چروک اصلا، صورتم چروک نداره به خاطر ورزشه. میگه نه بیا، همه موافقن. بچه شارژ گوشیم تموم شد، بریم بذاریم تو شارژ. شارژ شارژ گوشیم تموم شد بچه. بچه آخ دلم، بچه آشپزخونمون رو نشونتون بدم، مسخرم نکنین و نشون بدم. میگه وقتی دنبال دختر 13 ساله هستن. آقا بذار این شارژر رو برداریم بریم یه جایی بچه، بریم تو اتاق خواب ها. کفشمو درارم. آقا شما یه دقیقه اینجا باشین، من کفشمو درارم. میگه وقتی دنبال دختر 13 ساله هستن، 20 به بالا واسه شون پیره. خب آره دیگه، توی ایران میتونن با 13 ساله 12 چقدر کفم سفته ازدواج کنن، ولی اینجا یه پسر 19 ساله جرأت نداره، قانونی نیستش بره با یه دختر 18 ساله دوست شه، غیر قانونیه. دختر زیر 19-18 بچه به حساب میاد، کسی هم نداره باش دوست شه یا ازدواج کنه یا سکس بکنه. مثلا میگن آزادیه، آزادیه درست آزادیه، ولی خب یه چیزایی هم هست. مثلا اون چیزایی که هست اینه که مثلا دختر زیر 18 سال مثلا پسری مردی نمیتونه باش ازدواج کنه یا دوست شه یا سکس کنه. که گوش میکنین، در نتیجه دخترات زیر 18 سال کلن چون کسی باشون کاری نداره کلا اونا هم کاری نمی کنن. بعد تازه وقتی مثلا سنشون هم میره بالا، خب دوست میشن مثلا تو دانشگاه دیگه، مثلا 18 19 که تمام میکنن دوست پسر پیدا میکنن، دوست میشن پسرها و دخترها با هم، ولی ازدواج نمی کنن یا بچه دار. خیلی دیر. مثلا ایناش خوبه، میدونی ایناش خیلی خوبه، من دوست دارم. من خودم وقتی داشتم میومدم اینجا فکر میکردم که اینجا کشور آزادیه دیگه، خب
جدی دارم میگم به خدا، میگفتم وای من دوتا دختر دارم، دخترای من حالا چی میشه، حالا نمیدونم میرن پسربازی میرن البته برای من اوکی، من چیز ندارم مثلا دختر من دوست پسر داشته باشه، از این اخلاقا ندارم، ولی دیگه دوست ندارم دخترم من حالا یه دوست پسر داشته باشه، ولی دوست ندارم مثلا همش بره با این با اون نمیدونم خیلی مشروب بخوره دیسکو برون، یعنی این کارا خوشم نمیاد، در حد نرمال خوبه دیگه، حالا یه دوست پسر داشته باشه خب با فانم داشته باشن ایتس اوکی، من اوکی هستم با اینجور مسائل، ولی از مثلا چیزایی که میشنیدم خیلی وحشت داشتم، گفتن اینجا نمیدونم چطوری و فلان، ولی وقتی اومدم دیدم عملا در عمل اینجا خیلی دختر و پسر و سالمتر از ایرانن، خیلی اولا اینکه اصلا هرسی ندارن نسبت به هم دیگه، به خاطر اینکه از مهد کودک و دبستان و راهنمایی و دبیرستان اینا هم با هم بزرگ میشن، خب بعد حجاب مجاب هم که نیستن، این دو چیزا هم نیست، بعد اینا با هم مثلا درس میخونن، با هم دوست میشن، با هم ورزش میکنن، چون با هم هستن زیاد هرس ندارن نسبت به هم دیگه، زیاد برای همدیگه معما نیستن، از یه طرفی هم قانون میگه زیر 18 سال حق مثلا نداره، با خودشون میتونن دوستشن ها، ولی با سن بالای 18 نمیتونن، یعنی مثلا یه دختر پسر 15-16 ساله همسن میتونن ما هم دوست بشن، حتی میتونن سکس کنن، ولی با بالای 18 سال نمیتونن، ولی مسئله اینه که دختر پسر 16-17 سال با هم جفتشون بچن چی کار میخوام بکنن، بعدم اینجا مثلا من فکر میکردم بچه ها تا زیر 18 سال، من این فکر رو میکردم مثلا نمیتونی بهش بگی نرو بیرون ساعت فلان خونه باش دیسکو نرو فلان نرو اینا، ولی بعد وقتی اومدم اینجا دیدم نه اصلا غیر قاطع زیر 18 سال مثلا دیسکو کلاب اینا، حتی مشروب اگه بخوام بخرن یا سیگار اگه بخوام بخرن آیدی باید نشون بدن، کارتشون رو باید نشون بدن، زیر 18 سال بهشون نمیدن، اصلا راهشون نمیدن تو دیسکو و کلاب و مثلا حتی با بزرگتر، حتی با مثلا من فرض کن دخترم رو بردارم ببرم با خودم، دختر زیر 18 سالم رو بردارم بخوام با خودم ببرم دیسکو مثلا، اصلا ربطی نداره، اون زیر 18 ساله حق نداره بیاد وارد بشه، بعد و زیر 18 سالم 100% تمام اختیارش با مادر یا پدره، یعنی من میتونم بهش بگم تو حق نداری نیم ساعت دیر برسی خونه، مثلا 3 مدرسه تعطیل میشه 3:30 باید خونه باشی، تو حق نداری، این حق منه و اون باید به حرف من گوش بکنه، در نتیجه بچه ها تا 18 سالگی سالم میمونن، چون نه اجتماع بهشون اجازه میده کاری بکنن، نه اینکه خب پدر مادرم نمیذاره که مثلا دخترش، من که نمیذاشتم دختر من مثلا بره شب نیاد یا بره دیر بیاد یا مثلا اگه با دوستش بره بیرون مثلا دو... خب الان عادت شده دیگه، الان 18 سالش تموم شده الان اوکیه، بعد چون تا 18 سالگی اینا با این روش زندگی میکنن در واقع تربیت میشن، یعنی وقتی 19 سالشون هم میشه دیگه نمیکنن، به خاطر اینکه شخصیتشون اینجوری شکل گرفته، فهمیدن که باید یه کارهایی رو انجام بدن یه کارو انجام ندن و خب عقلشون هم میرسه، واسه همین اصلا خطرناک نیست، میدونیم واسه هم میگم اینجا امنیت هستش دیگه، اصلا ترسناک نیست خطرناک نیست، الان دختر من الان کار میکنه درس میخونه بعد، ولی خیلی عاقله با اینکه آزاده ولی سرش تو کار خودشه، دوست پسرم داره داشته باشه ایتس اوکی، اون نداشته باشه کی داشته باشه، من داشته باشم، دختر 18 ساله 19 ساله باید دوست پسر داشته باشه دیگه، آره کاش که تو ایران هم همینطوری بشه به خدا، یه قانون بیاد بگن آقا تا پسرم همینطورا، مثلا اگر یه زنی یا یه دختری بالای 19 سال بره به پسر زیر 19 سال گیر بده اونم جرمه،
اینجوری نیستش که فقط مال پسرها چیز باشه، اونم جرمه. مثلا اگر یه زن و شوهری یا یه دوست دختر دوست پسری که دارن پارتنرن با هم زندگی میکنن دعواشون بشه، همونقدر که اگر اون مرد زنو بزنه جرمه، اگر یه زنی هم مردی رو بزنه اونم جرمه. یعنی برابر جرم جرمه، مرد و زن نداره، جرم جرمه، قانون برای همه یکی، برای همه یکسانه. خب حالا کامنت ها رو بخونم اونم چی نوشته. خب آقا یه کامنت درست حسابی هم که کسی ننوشته که من این همه دارم اطلاعات به شما میدم. اون یکی نوشته سمندون، اون یکی نوشته زیپو بکش پایین، اون یکی نوشته ممقا رو بنداز بیرون. این من دارم به شما اطلاعات از کانادا میدم، بعد شما این چرت و پرتا چیه می‌نویسین؟ بیار بالا منو لطفا. منظورش به شیخ روحانی، حسن روحانی. از وحید خزایی چه خبر؟ خبر ندارم. میگه منم نوشتم میخوام بکنم، تو گو میخوری. میگه اونجا حقوق میدن بهتون، به من میدن، به همه نمیدن ولی به من میدن. میگه پیدا نیستی بهاره. یعنی چی؟ این چه چیز طولانی نوشته؟ نوشته منظورش به شیخ فرمود که در این زمینه به این ترتیب برای شما ارسال می شود و در این زمینه به این ترتیب، این زمینه به این ترتیب. چی داری میگی؟ میگه بهاره هم مادر نمونه ای هم شیرزن قوی در کشور غریب. قربونت برم ستایش، مرسی. از پیش کفترام دارم میبینم، یه لحظه منو بیار بالا. پروانه میپرسه امشب یارانه ها رو میدن، کسی خبر داره؟ ایران مغزشون شده تو شلوارم دیگه، حیف اطلاعاتی دست اینا میذاری. میگه حیف اطلاعاتی که دست اینا میذاری. میگه اگه پناهنده بشی، آقا من به سوالای خیلی خوب جواب میدم، کسایی که سوالای جدی میپرسن، اگه پناهنده بشی بازم حقوق میدن. میشه بیشتر توضیح بدی؟ میخوام مهاجرت اطلاعات کسب کنم. یعنی چی؟ منظورت اینه که بیای کانادا پناهنده بشی؟ اگه بخوای اینجا پناهجو بشی، اینجا تا پیار نداشته باشی چیزی بهت نمیدن، ولی یعنی اقامت نداشته باشی پناهجویی هم آره نه نمیشه. ولی توی ترکیه هم حقوق نمیدن، ولی باز توی ترکیه هم من از یون پول میگرفتم. من ماهی 400 لیر 400 تله مادامی که توی ترکیه بودم از یون هر ماه پول میگرفتم. یه 400 توم از خود بلدیه شهر، مثلا جایی که کمک میکنه، کمک های دولتی، از خود دولت ترکیه میگرفتم. ولی نه، به بقیه نمیدن. من چون زن تنها هستم به من میدن. میگه قیافت ترسناکه. آخه عزیزم ترسیدی؟ میگه بهاره یارانت رو ریخته برات ایران؟ نه بچه، من ایران دیگه هیچی ندارم. ایران اون موقع که مامانم ایران بود خب برای منو خودش میگرفت، ولی مامان منم دیگه ایران نیستش و توی ایران من چیزی ندارم که، یعنی کسی نیستش که بخواد
چیزی بعد مثلا بگیره. بعد دیگه چون ذره زیادم شده، الان 12 سال من ایران نیستم، بعد یه چیزایی لازمه که مثلا مثل کارت ملی نمیدونم یه همچین چیزایی که هستش تو ایران، نمیدونم زیاد الان دیگه یادم نیست، ولی مثلا اینگه باید خودت باشی مثلا تا چیز بشه اینا. به خاطر همین من کلن چیزی ندارم تو ایران. میگه خوش به حالت خارج هستی ولی فکر کنم سخته. چیزی که من اینجا اذیت میکنه تنهاییه. تنهایی. یه وقتا تنهایی واقعا اذیتم. تنهایی همیشه اذیتم میکنه، ولی یه وقتا دیگه واقعا خیلی به هم فشار میاد. انقدر به هم فشار میاد که یعنی واقعا دیگه میزنم زیر گریه. یعنی میشینم هق هق گریه میکنم. میگه تو رو خدا منو بیار بالا، تو رو خدا منو بیار بالا بخونم. بیا من خیلی آشغالی کثافت کثافت فکر کردی همه مثل ننه جندن هرومزاده کسکش. اصلا بذار من اینو پیدا کنم کامنتشو ببینم چه انی بود، کدوم انه بود، من اینو بنازمش بیرون. کسکش مادر جنده رو بچه این کسکشو برین ریپورتش بکنین. این دیوس همینی بود که اومد بالا فکر کرد اینجا همه مثل ننش جندن. این کسکشو ریپورتش بکنین تا من بنازمش بیرون. کثافت آشغالو انقدر ننه یه جندشو کردن، انقدر خواهرشو کردن، کسکش مادر جنده فکر کردن همه مثل خواهر و ننه و خواهر جندشن. کونی آشغال عوضی. حرومزاده بعضی ها مثلا، خب من گفتم من دوست دارم مثلا بعضی ها بیان بالا، کسایی که دوست دارم بخونن گیتار بزنن فلان و اینا، به خاطر همین کونی نوشته بود که منو بیان بالا بخونم. منم فکر کردم میخواد بخونه. میگه چرا نمیری مادرتو ببینی؟ به خاطر اینکه حالم بد میشه. من وقتی داشتم از مادرم جدا میشدم بیام اینجا، نزدیک بود دیگه قشنگ سکته بزنم. مامانم هم همینطور. الان میدونم من اگه برم ترکیه مامانم رو ببینم اوکیه، ولی موقع خداحافظی میدونم که دوباره حالم بد میشه. بعد مثلا کسایی که اینجا هستن، ایرانیایی که میرن ایران، مثلا میرن حالا ایران یا ترکیه، میگن وقتی میریم، وقتی میایم تا یکی دو ماه اینجا همشون خولن، اصلا مغزشون یه جوریه، حالشون بده. منم آدم خیلی حساسیم، من میدونم اگر برم ترکیه مامانم رو ببینم، اولا که موقع خداحافظی قشنگ یه سکته رو میزنم، بعدم بیام برسم اینجا دوباره حالم بده، دوباره همش حواسم دنبال مامانم و دوباره. واسه همین اصلا الان مثلا من اوایل خیلی بیقراری میکردم، خیلی گریه میکردم، ولی الان 4 سال مامانم رو ندیدم، الان دیگه اوکیم. یعنی انگار عادت کردم، انگار نمیدونم چطوری بهتون بگم. حالا اگه برم دوباره ببینم دوباره کسخل میشم، تا یه مدت اصلا مخم کار نمیکنه. مامانم اسکیشهیر ترکیه. نه مامان من ایران نیست، مامان من ترکیه زندگی میکنه. میگه خوش به حالت مادر داری، مگه شما نداری عزیزم؟ میگه اشتباه نکن برو مدام سر بزن. مامان من ترکیه تنها نیست، مامان من تو ترکیه به مراتب وضعش بهتر از منه.
میگه منم دارم میرم ترکیه پسر 13 ساله رو ببینم، موفق باشه. میگه که قیافت درست رو، قیافه من همینه، ناراحتی برو. آقا من اصلا امشب انقدر حالم بد شده دیگه هیچ کسو نمیارم بالا. این کسکش مادر جلده اومده حروم زاده یادم نمیده، اصلا ننویسیم منو بیار بالا، یاد اون دعیوس میفتم. نمیارم، هیچ کسو نمیارم بالا. مادرم اونجا انقدر دور شلوغه، از ایران خواهرش و فک و فامیلش 24 ساعته ترکیه، به اونا خوش میگذره، به مامان من خوش میگذره. همخونه داره دو سه تا همسن و سال خودش و اونجا ایرانی ها رفت و آمد و همش مهمونیه. هر وقت زنگ میزنم بهش مهمونیه، اینا میاد اونا میرن، این میاد اون میره، از ایران واسهش مهمون میاد. من بدبختم اینجا تنهام، یکی باید بیاد به من سر بزنه. چی؟ لحظه خداحافظی به مامه هم فشردمت، اشک چشام جاری شد، دست خدا سپردمت. مامانت هزینه‌ش رو از کجا میاره؟ مامان من یه دایی دارم آمریکا زندگی میکنه، دایی من براش میفرسته، بعد در ضمن مامان من تو ایران حقوق داره، خواهرش حقوقش رو براش میفرسته ترکیه. خرج زندگی مادر من اینطوریه. هر از گاهی هم من، البته قبل از اینکه برم دانشگاه، براش پول میفرستادم، ولی الان دیگه نمیتونم. وای الان دیگه خیلی وضع مالی افتضاحه. مامان من اسکیشهیره، بیها 58. چی میگی که میگی جواب منو بده؟ چیزی ننوشتی که. میگه داماد نمیخوای؟ نه نمیخوام. سلام آقای ناصر، خوب هستید؟ داماد نمیخوام، نه متشکرم. میگه چرا سایت نمیزنی؟ یه چند وقت دیگه که مثلا یه ذره درسم بگذره سایت میزنم، وبسایت میزنم، خودم رو به عنوان بازیگر معرفی میکنم، بعد لینکش هم میذارم تو بیو. سایت بازیگر، آها سایت شرط بندی. بابا من با قمار و با شرط بندی و اینجور چیزا مشکلی ندارم. الان اینجا تو کانادا هم مثلا کازینو هست، کازینو از مردم میلیون میلیون میرم اونجا میشینم بازی میکنن، یا مثلا خیلی از این شرط بندی ها هستش انجام میدن، چه آنلاینشه مثلا همینجوری. لاس وگاس که اصلا از همین کانادا هم تور داره، میبرن لاس وگاس، صبح با هواپیما میرن لاس وگاس، میرن کازینو قمار میکنن، بعد با هواپیما شب برمیگردن. بهترین سرگرمی مردم رفتن تو کازینو و سایت و قمار و اینجور چیزاست. منم مشکل ندارم، ولی من یه تبلیغ اومدم بکنم دو بار، برای دو تا سایت شرط بندی اومدم تبلیغ بکنم، که البته خواستم مطمئن باشم که این از این کلاهبرداری یا اینا نیستش، که خب البته مطمئن بودم که نیست. اولا که از خود فالوورهای عزیز چقدر فوش شنیدم، بماند از شماها چقدر فوش شنیدم. دوما که اونایی که سایت داده بودن تبلیغشون رو تبلیغ کنم، سر مسائل مالی با هم به مشکل خوردیم. انتظار داشتن بنده فری برای اینا تبلیغ بکنم، حالا تا حالا اینا اگه به من پول بدن، منم میگفتم به من چه مربوطه، من پولمو میگیرم تبلیغ میکنم، شما پول منو بدین، حالا سایت تو میخواد هرچی بشه بشه، به من ربطی نداره. سایت هم چرا خودم نمیزنم؟ چرا خودم سایت نمیزنم؟ به خاطر که بلد نیستم، من بلد نیستم چجوری مثلا باید
کار کنم و فلان، یا گل میزنم چی میشه. آره به همین دلیل بیخیال سایت شدم دیگه فلان، ولی سایت بازیگریمو میزنم. میگه بهاره برو مدل شو، البته از نوع پیرش. آره اینجا مدل های سمبالا هم داره، شاید هم رفتم مدل شدم. میگه با جانی سینز فیلم بازی کن. امنیت پیجم اصلا کلا با این موضوع مشکل داره، میگه حرام است. ازش خواستم برام سایت بزنه، گفت من این کارو نمیکنم. ولی خب ازش میخوام یه چند وقت دیگه برام وبسایت درست کنه برای بازیگری. آنلاین شاپ هم بد نیست، درآمدشون خوبه. آره راست میگی، آنلاین شاپ هم خوبه. میگه بیا با خودم فیلم بازی کن. هی بهار، هی هاو آر یو. میگه بهار جونم عشقمی، چهرت خیلی سکسیه، مرسی. میگه خاک بر سرتون انقدر پیر پیر میکنی. به خدا من موندم واقعا، چی بگم دیگه، من دیگه هیچی ندارم بگم. میگه آره بابا شما. میگه امنیت پیج کارش چیه، دقیقا میشه توضیح بدی؟ امنیت پیج، پیج شما رو از هر گونه بسته شدن، از هر گونه هک شدن حمایت میکنه و کلا برای قوی شدن پیج کمک میکنه، پیجتو قوی میکنه و در ضمن خیلی چیزایی که شما بلد نیستی رو راهنمایی میکنه، به شما یاد میده. مثلا پیج من پیجام قبلا ایمیلش و تلفنش حالا همه چیش مال خودم بود، ولی بعد از وقتی که من امنیت پیج گرفتم و یه بار از من پرسیدن، گفته، البته من امنیت پیجم خیلی آدم مطمئنی، خیلی آدم دلسوزیه، خیلی مثلا گفت چی ایمیل میاد، یا مثلا چی برای شما ایمیل مثلا برای من اسکریپت شات دیگه بفرستی. منم بهش گفتم محمد جان قربونه، تو شماره تلفن و ایمیل و میمیل همه رو عوض کن، بزن هر چی، بزن، حوصله ندارم چک کنم فلان کنم. الان بنده اصلا هیچی نمیدونم اصلا چه اتفاقی میفته، همه چیز رو اون انجام میده، هر چی از اینستاگرام ایمیل بیاد، هر اتفاقی بیفته، هر چی بشه، خیلی هم حواسش جمعه، خیلی. یه بار یه نفر داشته برای من، البته از روی دوست داشتن، مثلا نمیدونم چرا این کارو میکرده، رو چه حسابی داشته برای یکی از پستای من ویو میزده، بعدن یهو اومد عصبانی سریع از تلگرام برای وایس فرستاد که کیه داره برای شما فیک ویو میزنه، با هر گونه ویو، لایک، فالوور فیک مخالفه، اصلا نمیذاره چنین که، میگه خوب نیستش، یعنی کیفیت پیج میاد پایین. بعد گفتم بابا من نمیدونم، چه میدونم، به خدا نمیدونم کی این کارو میکنه، چه میدونم. اما نه نباید نذارید فلان نکنید این کارو. گفتم بابا من نمیدونم کی این کارو، بعد فهمیدم کی این کارو میکنه، یعنی طرف ویو رو زد، بعد اومد به من دایرکت داد، گفتش که خانم برای این پستتون انقدر ویو زدم فلان، من هی شما بودی؟ من گفتم خواهش، گفتم دستتون درد نکنه، ولی خواهش میکنم دیگه این کارو نکنید، خواهش میکنم، من نمیخوام. به جواب گفتم پیج دست یکی دیگه است، من جواب اونو نمیتونم بدم. میگه گذر واژه رو باید خودت بدی، عوض کن، چون باید فقط دست خودت باشه. گذر واژه هم دست ایشونه، پسوردم هم دست ایشونه، پسوردم هم ایشون عوض میکنن، پسوردام هم تونتون هم پسوردام عوض میکنن.
بهار با من زه، بهار من بیار بالا، بهار این مدل ابرو بهت نمیاد، بلند شو برقص. بچه ساعت چنده؟ من باید برم دنبال دخترم. بچه یوتیوب دارم، من تو یوتیوب چنل دارم، ولی مثلا سابسکرابش خیلی پایینه. الان 253 تا سابسکراب دارم، هیچ کس هم سابسکراب نمی کنه. هی از بچه ها میخوام میگم بابا برید این یوتیوب من رو سابسکراب کنید. من برای اینکه توی یوتیوب بتونم لایف بدم باید 1000 تا سابسکراب داشته باشم، الان 253 تا دارم. هیچ کی نمیره سابسکراب کنه یوتیوب منو. دو و نیم ایرانه، دو و نیم ایرانه. وای بچه دو و نیم ایرانه، پس دو و نیم اینجا ظهر من باید برم. سه دخترم تعطیل میشه از مدرسه. خداحافظ، شب خوبی داشته باشید، به خدای متعال میسپارمتون، قربونتون برم. I love you.